در این تست مطرح شده یه محرک در اتاقی که هم فرد آ هست هم فرد بی وجود داره، یه محرک هست. فرد آ برخلاف فرد بی از وجود این محرک بی خبره، میگه بی خبره. دقت کن، کدام یک دلیل مناسبی بر این امر نمیتواند باشد؟ نمیگه میتواند، میگه نمیتواند باشد. فرد بی محرک را احساس کرده، خب فرد بی محرک را احساس کرده، این میتونه باشه دلیل. فرد بی احساس کرده، فرد ای احساس نکرده. گیرنده های حسی متناسب با فرد در فرد ای مشکل داره، شاید دچار محرومیت حسی شده، پس همین میتونه باشه، همین میتونه. فرد ب برخلاف فرد ای محرک رو توجه کرده، بله شاید فرد ای به محرک توجه نکرده و به خاطر همین بیخبره. فرد ای برخلاف فرد بی هیچ ادراکی نه این نیست از محرک مورد نظر ندارد، پس گزینه چهار. چرا؟ چون میتونه انسان احساس داشته باشه ولی ادراک نداشته باشه، یعنی تفسیر اون چیزی که ادراک شده رو نداشته باشه. یه توضیح بدم، شما وقتی تو خیابون راه میرید هزاران هزار چیز میبینید، هزاران هزار چیز میشنوید، ولی همشو که معنی نمی کنید، همشو که تفسیر نمی کنید، از همش که در واقع با ادراک به معناش نمیرسید، فقط بعضیش که مهمه رو انتخاب میکنید، اونایی که انتخاب کردی و باخبر میشید. پس گزینه 4 جواب ماست.